آلبرتو نیسمان میدانست که احتمالاً زندگیش در خطر است. میگفت منتظر است که گزارشش را درباره پرونده‌ای که یکی از بزرگترین جرائم در تاریخ آرژانتین است در کنگره ارائه دهد. چند ساعت قبل از شهادت دادنش جسد نیسمان در آپارتمانش در بوینس آیرس پیدا شد. در انفجار عظیمی که سال 1994 در مرکز فرهنگی یهودیان آمیا رخ داد 85 نفر کشته شدند. انگشت اتهام مدت‌ها به سمت ایران نشانه رفته بود. نیسمان اما از این هم پیشتر رفت. مقام‌های ارشد آرژانتینی را متهم می‌کرد که قصد دارند در ازای معامله‌ای پرسود نقش ایران را پنهان کنند. رئیس جمهوری کرشنر از خودش دفاع کرد و ادعای نیسمان را رد کرد. او گفت این بخشی از طرح سرویس اطلاعاتی قدرتمند آرژانتین برای زیر سوال بردن دولت اوست. او وعده داد این سرویس را منحل کند. رهبران یهودیان آرژانتین که هنوز به دنبال اجرای عدالت برای کشته شدگان واقعی سال 94 هستند، دولت را متهم کردند که به دنبال منافع شخصی است و برای دادستان مرده و یا تحقیقات او همدردی نمی کند. این اولین مورد از موارد زیاد تروریسم جهانی بود. بعدش 9 سپتامبر بود، لندن و اخیراً هم فرانسه. پس اگر عدالت در مورد این پرونده رعایت نشه، این روند ادامه پیدا میکنه. کمیته کنگره که گزارش نیسمان را بررسی میکند، از اینکه بعد از مرگ او مقامهای دولتی برای پاسخگویی حاضر نشدند انتقاد کرد. سوالهای بسیاری بی پاسخ ماندند. چرا گروه محافظان او در محل نبودند؟ و آنطور که دولت ابتدا ادعا کرد، آیا دادستان قصد خودکشی داشته؟ او افسرده نبود. به کاری که میکرد اعتقاد داشت. به من گفت که تمام این مدارکی رو که در دست داره باید ارائه کنه. و آخرین نفری که دادستان را زنده دیده برای اینکه به او اسلحه قرض داده مورد انتقاد قرار گرفته. او میگوید تنها به این دلیل این کار را کرده که نیسمان دیگر حتی به محافظانش هم اعتماد نداشت. این یه پرونده جاسوسیه که یه جامعه دو قطبی رو دو قسمت کرده. جامعه‌ای که خیلی از مردم اعتمادشون رو به دولت و مؤسسه‌های اون از دست دادند. Bora Davis, BBC News, Buenos Aires.